همه چیز سرچپه شد. دو تصمیم تازه آمریکا در مورد سرنوشت افغانستان. هشدار تازه آمریکا و طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آمریکا به افغانستان سامانه همارس میفرستد. ایالات متحده برای تامین امنیت نیروهای خارجی هنگام خروج از افغانستان سامانه موشکی میفرستد. ایالات متحده در حال استقرار سیستم های موشکی پرتاب چندگانه هایمرز از کویت به افغانستان برای پشتیبانی از عقب نشینی نیروهای آمریکایی است. مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا در توییتر نوشته است سیستم های موشکی توپخانه‌ای بسیار متحرک هایمرز از کویت به افغانستان مستقر می شوند تا از خروج ایالات متحده پشتیبانی کنند. بایدن با تاکید بر ادامه همکاری های مالی و دیپلماتیک آمریکا در افغانستان افزود که تاکنون چهار رئیس جمهور شاهد حضور سربازان آمریکایی و مصرف بیلیون ها دلار به افغانستان بودند و این مسئولیت را بر رئیس جمهور پنجم واگذار نخواهد کرد. او اعلان کرد که بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان به تاریخ اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر پایان خواهند یافت و این بیرون شدن از دیدگاه مسئولانه و با هماهنگی همکاران بین المللی صورت می گیرد. ایالات متحده و طالبان هشدار داده است در صورت بیرون شدن از توافقنامه و تحریم های بین المللی مواجه خواهند شد. به نقل از کانال های تلویزیونی آمریکا، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هنگام سخنرانی در کمیته امور خارجه کنگره آمریکا گفته است که اگر گروه طالبان سعی کنند که توافقنامه را نقض و یا قدرت را در دست بگیرند، با تحریم ها و انزوای بین المللی روبرو خواهند شد. وی افزود که در صورت نقض توافقنامه از سوی طالبان نه تنها آمریکا بلکه جامعه جهانی نیز علیه آنها اقدام خواهد کرد. وی گفت طالبان در انزوا قرار خواهند گرفت، از سوی کشورهای منطقه تحریم خواهند شد. در منطقه و جامعه بین الملل اتفاق نظر قابل توجه در برابر قدرت توسط طالبان وجود دارد. در این حال وی از رهبران پاکستان خواست تا برای کاهش خشونت و حمایت از یک تصمیم مسالمت آمیز در منطقه از روش خود برای کاهش خشونت استفاده کنند. خلیلزاد افزود که اگر فعالیت نظامی در یکی از کشورهای مجاور تشدید شود، عواقب خوبی به کشورها نخواهد داشت. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و شهروندانش سفارش کرده است که اگر مایل به ترک افغانستان هستند، این کار را به سرعت انجام دهند. دستور آمریکا برای کاهش هر چه زودتر کارمندان سفارت این کشور در کابل. به نقل از رسانه های خبری کابل، به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا و شهروندان آمریکایی مستقر در افغانستان توصیه کرده است که باید به سرعت هر چه ممکن با پروازهای تجارتی قابل دسترس افغانستان را ترک کنند. در توصیه نامه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه هفتم ثور نشر شد، مشخص نشده است که چه تعداد از کارمندان سفارت این کشور در کابل باید بر اساس این توصیه نامه خارج شوند. این دستور همه کسانی را در بر می‌گیرد که وظایفشان بدون حضور در افغانستان قابل اجرا است. از جانب دیگر وزارت خارجه آمریکا و شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به افغانستان به دلیل شیوع کرونا، جنایت، تروریسم، نارامی های داخلی، آدم ربایی و درگیری مسلحانه خودداری کنند. در این توصیه نامه از شهروندان آمریکا خواسته شده است که به زودترین فرصت افغانستان را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که سفر به تمام مناطق افغانستان به دلیل میزان بحران آدمربایی، گروگانگیری، بمب‌گذاری های انتحاری، عملیات جنگی گسترده نظامی، ماین‌گذاری ها و حملات تروریستی مسئول نیست.
با این حال رسول سند کاردار سفارت آمریکا گفته است که با توجه به افزایش گزارش‌های خشونت و تهدید در کابل، شمار کمی از کارمندان این سفارت افغانستان را ترک می‌کنند. او در رشته توییت نوشته است که این موضوع تغییر در ماموریت سفارت آمریکا در کابل به وجود نخواهد آورد. با گفته او، با خروج کارمندانی که وظایف آنها از جاهای دیگر قابل اجرا است، کارکنانی که با مسائل خروج نیروهای آمریکایی مرتبط هستند در افغانستان باقی میمانند. کاردار سفارت آمریکا در کابل گفته است که حمایت دیپلماتیک از افغانستان ادامه می‌یابد، که این حمایت شامل پشتیبانی از روند صلح افغانستان، کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و حفاظت از حقوق زنان است. بسیاری ها دستور خروج کارمندان سفارت آمریکا در کابل را غیر معمول توصیف کرده، چنان که در مورد مشابه وزارت خارجه آمریکا برای خروج کارمندان غیر ضروری اقدام کرده است. این دستور در حال صادر شده است که آمریکا برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آمادگی می‌گیرد. طبق برنامه اعلام شده، نیروهای آمریکایی روند خروج از افغانستان را در اول ماه می آغاز می‌کنند و این روند تا 11 سپتامبر ادامه خواهد داشت. آمریکا علاقمند جنگ داخلی در افغانستان نیست. وزیر خارجه آمریکا میگوید که با خروج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده از دخیل بودن در مسائل این کشور دور نخواهند بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته سه‌شنبه 7 سپتامبر در گفتگو با شبکه CNN گفت که هیچ طرف در افغانستان علاقمند جنگ داخلی نیست. آقای بلینکن در پاسخ و پرسش مبنی بر این که پس از خروج سربازان آمریکایی در افغانستان آیا خلأ ایجاد خواهد شد که سبب آغاز جنگ داخلی در این کشور شود و یا طالبان این کشور را تصرف کنند، میگوید بیگمان این یک سناریوی ممکن است. او افزود هیچ کسی در یک جنگ تازه داخلی منافع ندارد. بیگمان منافع افغانستان نیز در این جنگ نیست. نه دولت افغانستان این را میخواهد و نه هم طالبان. هیچ کشور همسایه افغانستان همین را نمیخواهد. حتی آن همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه‌ای که در 20 سال پسین به گونه اساسی به دنبال سودجویی در این کشور بودند. او افزود که کشورهای همسایه افغانستان و آنهایی که در موضوع این شریک دخیل هستند باید با استفاده از نفوذ و منافعی که در این کشور دارند به گونه تصمیم بگیرند که همه چیز در میدان بازی در نظر گرفته شود. بلینکن با اشاره به کشورهای منطقه‌ای میگوید که مردمان بسیاری افکارشان را به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز به این کشور ساختند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.